روز 98 آپارتمان جدید گفتگو آذر سلام خیلی وقت است با هم صحبت نکرده ایم چه خبر؟ آناهیتا سلام آذر دارم وسایلم را بسته‌بندی می کنم چرا؟ میخواهی کجا بروی؟ یادم نمی آید قبلن به تو گفتم یا نه من دارم میروم به یک آپارتمان جدید قبلن گفته بودی دنبال یک آپارتمان جدید هستی اما نمی دانستم پیدا کرده ای آره، بالاخره بعد از جستجوی زیاد یک جای مناسب پیدا کردم. همخانه هم داری؟ نه، ندارم. میخواهم تنها زندگی کنم. خوب است. فرصت مناسبی است برای این که بتوانی تنها زندگی کردن را تجربه کنی لطیفه زن ملا دلدرد شدیدی گرفت ملا برای آوردن دکتر بیرون رفت وقتی داخل کوچه رفت زنش از پنجره گفت دردم تمام شد دکتر لازم نیست ملا به حرف او گوش نکرد و به خانه دکتر رفت و گفت زن من دلدرد شدیدی گرفته بود وقتی داشتم به نزد شما می آمدم زنم گفت که دردم تمام شده و به دکتر نیازی نیست من هم آمدم به شما اطلاع دهم که به آمدن شما نیازی نیست جمله های رایج از عهده من خارج است من اصلیتم ایرانی است اگر کاری از دست من برمی آید بگو امروز حال آن را ندارم شعر این قافله عمر عجب می گذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیشار پیاله را که شب می گذرد خیام دمی لحظه ای پیشار جلو بیاور دریاب بدان حریفان یاران طرب نشاط پیاله جام کلمه روز تفرجگاه تفرجگاه معنی مثال شهر اصفهان تفرجگاه‌های بسیاری برای گردشگران دارد ضرب المثل دروغ شاخدار شاخ درآوردن دروغ‌های بزرگ که غیر قابل باور باشند را دروغ شاخدار می‌گویند گاهی ضرب المثل
معروف شاخ درآوردن نیز به کار می رود. برای مثال می گویند آدم از این دروغهایش شاخ در می آورد. ریشه این ضرب المثل در علم روانشناسی است. هر یک از صفتهای خوب یا بد انسان به یک حیوان تشبیه شده است. مثلا دشمنی را به مار تشبیه کردند، مرد بیغیرت را به گراز تشبیه کردند، انسان حیله‌گر را به گرگ تشبیه می کنند و دروغ هم که یک صفت بد است را به شکل شاخ یا دم تشبیه می کنند. گفتگو. آنیتا: سلام، چطوری؟ شنیدم آپارتمان جدید گرفته ای. آرتا دخت: سلام. آره، آپارتمان قبلی خیلی کوچک بود. آپارتمان جدید چطور است؟ راضی هستی؟ خیلی خوب است. دو تا اتاق خواب و یک بالکن بزرگ دارد. عالی است. خودت تنها زندگی می کنی؟ نه، یک همخانه هم دارم. تنها زندگی کردن برایم سخت است. اصطلاح روز: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. معنی: کسی که نیت خوبی داشته باشد ترسی از حساب ندارد. خواندن: رامسر یکی از شهرهای استان مازندران در شمال ایران واقع شده است. این شهر دارای مناطق ییلاقی بسیار زیبا و خوش آب و هوا است. رامسر دارای مناطق گردشگری بسیار است. کوه‌های شهر از گیاهان متنوع و انبوه پوشیده شده است و باعث شده تا منظره زیبا در شهر پدیدار شود. همچنین این شهر دارای یک ساحل بسیار زیبا است. آب‌های گرم در نزدیکی ساحل، وجود جنگل و کاخ موزه تماشاگاه و آثار تاریخی و دیدنی دیگر موجب شده که گردشگران زیادی هر ساله به این شهر زیبا سفر کنند و به آن لقب عروس شهرهای ایران بدهند. کلمات جدید: بسته‌بندی، تفسیر کردن، تخلیه کردن، پدید آمدن، سالیانه، تجربه کردن، رقیب، اصلیت، تفکر، مالکیت، صاحب شدن، تمدید کردن، بر عهده، تضمین کردن، موجب شدن، غیر قابل باور، ریشه، صفت، بی غیرت، گراز،
پدیدار شدن، شاخ، بالکن، محاسبه، نیت، صاحب خانه.